آمریکاست. به نظر شما اگه یه فرد عادی به جای شهردار اسبق تهران مرتکب قتل شده بود، به این سهولت و سرعت بخشیده میشد؟ آیا در ارکان قضایی جمهوری اسلامی میان همه شهروندان برابری قضایی وجود داره؟ محمد علی نجفی، شهردار اسبق تهران که همسرش رو به قتل رسونده بود، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان از سوی خانواده مقتول بخشیده شد و از مجازات قصاص رهایی یافت. اونچه که در پرونده نجفی بیش از بقیه موضوعات به چشم اومد، نحوه برخورد با او در مقام یک قاتل بود. از مواجهه بسیار صمیمانه رئیس پلیس آگاهی در هنگام دستگیریش تا شوخی های قاضی در دادگاه با او و سرانجام وساطت بسیاری از سران نظام برای بخشش محمد علی نجفی، این پرسش رو در محافل مختلف ایجاد کرد که به چه علتی میان سران نظام و دیگر مجرمان یه چنین تفاوت های آشکاری وجود داره. در برنامه امشب روی خط میخواییم از شما بپرسیم، به نظر شما اگه یه فرد عادی به جای شهردار اسبق تهران مرتکب قتل میترا استاد شده بود، به این سهولت و سرعت بخشیده میشد؟ آیا در ارکان قضایی جمهوری اسلامی میان همه شهروندان برابری قضایی وجود داره؟ از طریق شماره تلفن همیشگی ما 202-205-2654 با پیش شماره 201 آمریکا با ما تماس بگیرید. میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک یا ایمیل هم برای ما بفرستید. اما یکی از ساده ترین راه ها ارسال شماره تلفن خودتون به تلگرام صدای آمریکاست به نشونی @sendvoa. ما خودمون بعد از دریافت شماره با شما تماس میگیریم. اسکایپ، فیسبوک و اینستاگرام هم راه های دیگه ارتباط با برنامه روی خطه. من شهرام بهرامی در نیم ساعت پیش رو با برنامه امشب روی خط همراه شما خواهم بود. درود بر شما بینندگان ارجمند و همراهان برنامه روی خط. آنچه که روال هست در سیستم قضایی ایران، اگر کسی مرتکب قتل بشه، برای اینکه پروندهش به فرجام برسه و به نتیجه برسه، معمولاً یه چند سالی طول میکشه. به هر حال روند بررسی ها، عرض شود که ارزیابی مدارک، شواهد، برگزاری جلسات متعدد دادگاه و در نهایت صدور رأی، که معمولاً در ایران اگر این قتل به صورت عمد انجام شده باشه به صورت قصاص صادر میشه و این موضوع معمولاً یک چند سالی وقت دو طرف دعوا رو میگیره و در نهایت حتی اگر به مرحله صدور حکم هم برسه، تا مرحله اجرای حکم و دریافت رضایت از سوی خانواده مقتول این زمان بسیار زیادی رو میبره. همونطور که مطلع هستید 17 میلیون پرونده قضایی در حال حاضر در کشور وجود داره که بسیاری از اونها سالهاست مفتوحه، یعنی همچنان ادامه داره و به این راحتی به نتیجه نمیرسه. اما در مورد پرونده قتل خانم استاد از سوی همسرش که شهردار اسبق تهران بود، آقای نجفی، این کل این مراحل در یک بازه زمانی بسیار کوتاه اتفاق افتاد، یعنی چند ماه بیشتر نشد که همه کارها انجام شد، رأی صادر شد، رأی به قصاص داده شد و در نهایت خانواده مقتول قاتل رو بخشیدن و گفته شد که در نهایت 3 سال آقای نجفی باید به حبس بره بابت انجام جرم، که البته باز هم اعلام شده که به این رأی دادگاه هم اعتراض شده و ممکنه اون 3 سال حبس هم نکشه. بریم سراغ بیننده هایی که پشت خط هستن و در این مورد صحبت بکنیم، در مورد برابری قضایی یا همون عدالت قضایی در ایران. آقای مجید از کرج نفر اول روی خط هستن. درود بر شما آقای مجید، نظر شما رو راجع به موضوع برنامه امشب روی خط میشنویم. بفرمایید آقای مجید. ببینید، از وقتی که این قتل خانم استاد اتفاق افتاد، تقریبا همه میدونستن که طیف اصلاحات و اصلاح طلبا یا به عبارتی همون استمرار طلبا، اینا اجازه نمیدن که نجفی، اون شهردار اسبق تهران، اعدام بشه. هرچی هم که خانواده مقتول پول درخواست میکردن، اونا تامین میکردن.
من به نظر این پولی هم که دادن به خانواده استاد، این اصلاح طلب ها پشتش بودن و حمایت کردن، دادن و اجازه نمیدادن اعدام بشه. اون 3 سال زندان هم به نظرم به خاطر اون حمل غیر مجاز سلاح بکنم داده باشن به این نجفی. و البته یه نکته هم اضافه بکنم، من 2 تا پرونده قضایی میخوام مثال بزنم. بله. که در واقع این قاعده و این کلی بودن این قاعده رو که میگه هر کسی معروف باشه پرونده اجدود رسیدگی میشه، هر کسی معروف نباشه رسیدگی نمیشه. مثلا یادتون باشه این پرونده قتل آتنا ارسلانی، اون دختر اهل پارساباد بود، معروف هم نبود، پدرش معروف بود نه خودش. توی خرداد ماه این قتل انجام شد، توی شهریور ماه قاتل اعدام شد. از اون طرف در مقابلش اون پرونده قتل همسر ناصر محمد خانی، فوتبالیست معروف، که 9 سال طول کشید، یعنی سال 81 قتل انجام شد، سال 89 هم شهلا جاهد اعدام شد، یعنی 9 سال. این قاعده کلیت نداره. اما سیستم قضایی ایران با کمبود قاضی و پرسنل قضایی و بازپرس اینا مواجهه، بعد یه سیستم دستیه، یعنی مکانیزه و الکترونیکی اینا نیست، خب مشکلات زیاد پیش میاد برای مردم. بله. بسیار ممنون آقای مجید. بله بفرمایید. صحبت پایانتون رو خود مختصر بفرمایید. بله بله، مختصرش نکنید. یه سری از پرونده هایی که ارزم به حضور شما میاد احساسات عمومی جامعه رو جریحه دار میکنه، خب اینا طبیعتا اگه معروف و اینا هم نباشن اینا رو فورا رسیدگی میکنن که به قول معروف اون عوارض اجتماعیشو نداشته. بله متشکرم از شما. دقیقا میخواستم در انتهای صحبت های شما به همین نکته اشاره کنم. پرونده آتنا اصلانی و این گونه پرونده ها رو مثال زدید، واقعا هم همینجوره، چون در واقع به قول خودشون حالا مسئولین قضایی کشور احساسات عمومی رو جریحه دار کرده، خیلی سریع بهش رسیدگی میکنن. ولی افراد عادی، افرادی که خب اصلا کسی متوجه قتل یکی از اعضای خانوادهشون نمیشه، یعنی اصلا نمیدونه اون وسط قتل اتفاق افتاده، معروف نیستن توی فضای مجازی و توی در واقع رسانه ها خیلی بازتاب نداره، اینها واقعا سالها طول میکشه، یعنی کمترین میزانش معمولا از 4-5 سال آغاز میشه تا به قول خودشون تازه در مورد پرونده همسر آقای محمد خانی که خب اون یه خورده پیچیده بود ولی 8-9 سالی طول کشید. بریم سراغ تماس بعدی که آقای باز هم از کرج، آقای میلاد هستن. درود بر شما آقای میلاد، صحبت‌های شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب. درود بر شما آقای برنامه دیدم. متشکرم. ممنونم. تو عرصه قدرت که باشی هم اینا خودشون بهتر میدونن. تو عرصه قدرت مثل دادستان قبلی تهران آقای معتصمی و یا مثلا همون آقای توکی قرآن بود، با اینا هیچ برخوردی نمیشه. مسلما اگه برخوردی هم میشه میرن تو هتل اوین به مثل دیسکو و به دخبه همیزی هر جوری هم جنایت رو تجاوز کنن، در حد دیسکو و در حد هتل با اینا برخورد میشه، یعنی میرن تو هتل اوین. ولی وابسته به نظام باشی، به این بسیج من داشتم آشنایی داشتم دیدم، اما تو بسیج و درسه قدرت مثلا باشی هر جور جنایتی بکنی برخورد چنانی نمیشه. این آقای نجفی هم فکر کنم یه جور بازیچه ای بود واسه مردم، واسه مردم سرگرم کردن مردم بود، ولی تنها آدم شخصی باشه، یعنی انسان شخصی باشه، کافیه یک اشتباه کنه، یعنی کافیه یک اشتباه، به خدا هیچ وقت دیگه روی خوش بیرون نمیبینه، هیچ وقت. واقعا زندگی مردم رو واقعا منحل میکنن با یک اشتباه. تو زندان ببینم که وابستگان به قدرت همیشه به اسم این که تو زندانن تو هتل زندگی خودشون میکنن واقعا. بعد آقای ظریف هم خیلی شخصا میاد علنا وامیس جلوی مردم دروغ میگه، تو رسانه های خارجی دروغ میگه و مردم رو واقعا سرگرم میکنه. همین دیگه باشه. بسیار متشکرم. ممنونم از شما آقای میلاد که شما مختصر و مفید و جمع و جور نظرتون رو گفتید. این توضیح هم بدم که در مورد پرونده آقای نجفی، همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، خیلی در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاد و نکته جالب اینجاست که حالا صرف این که این مدت کوتاه بوده ایراد محسوب نمیشه، ولی وقتی مقایسه میشه با پرونده های مشابه در بین افراد عادی جامعه، خب این قضیه به چشم میاد. ضمن این که اخیراً وکیل پیشین آقای نجفی، کسی که از ابتدای قتل تا مدتی که دادگاه آغاز شده بود وکالت ایشون رو بر عهده داشت، از سوی خود آقای نجفی برکنار شد و اخیراً که در واقع حکم بخشش آقای نجفی از سوی خانواده استاد در واقع داده شد، یعنی بخشیدنش و حکم دادگاه به قصاص دیگه تغییر داد و قصاص دیگه نیست. این نکته خیلی مهمه که آقای علیزاده طباطبایی وکیل آقای نجفی میگه که
اصلا این آقای نجفی نکشته. یعنی حالا جالبه که پرونده یعنی ابعاد خیلی پیچیده‌تری ظاهراً داره و چطور پرونده‌ای با این همه ابعاد پیچیده به این راحتی به نتیجه و رأی رسیده؟ اینا خیلی جای سوال داره. خب خیلی اینو مردم اگر براشون سوال پیش میاد طبیعی هم هست، باید اینها پاسخ داده بشه. بریم سراغ دو تا فایل، یه دونه فایل در واقع تلگرامی رو فعلا بشنویم، برگردیم اگه در ادامه برنامه رسیدیم بیشتر پخش خواهیم کرد. یه فایل تلگرامی رو بشنویم، برمیگردیم با بقیه عزیزان صحبت میکنیم. جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین شهردار و یا دادستان و یک فرد عادی وجود نداره، فقط اینجا این مسئله وجود داره که در جمهوری اسلامی برای شهردار و سران قانون اساسی جداگانه، وکلای جداگانه و حتی دادگاه جدا با قاضی القضات جداگانه وجود داره که اینو میتونه متمایز بکنه که این کار رو سریعتر انجام بدن که شهردار زیاد بیکار نمونه و اگر قبلش باز دوستش بره سر کار شهرداریش بره، دوست نداشت پست دیگه‌ای بهش بدن که بتونن از اون استفاده بکنن، وگرنه اصلا فرقی نداره. که بریم سراغ تماس بعدی که آقای آرمین هستن از تهران. آقای آرمین درود بر شما، نظر شما در مورد وجود برابری قضایی در سیستم قضایی ایران چیه؟ درود بر شما برنامه‌نویس. متشکرم. خب این نکته‌ای که هست اینه که ما در ایران عقب افتادگی های زیادی داریم، از قوه قضاییه گرفته که اینطور برخورد میکنه با مسائل و حالا از مجلس و جای دیگه ما عقب افتادگی های زیادی داریم. اما متاسفانه نکته‌ای که هست اینه که ما قدر چیزها و داشته هایی رو که قبل از به وجود اومدن این رژیم داشتیم رو نداریم، به نحوی که شخصی میاد توی شبکه بی بی سی تو برنامه میگه که پهلوی ها ما رو قرن ها عقب انداختن. حالا آقای امین اصلا وارد موضوعات فرعی نشیم، ما داریم راجع به سیستم قضایی ایران و برابری قضایی داریم صحبت میکنیم. بله، راجع به خود بله. این موضوع اگر صحبت کنید ممنون میشم. سلامت باشید. بله گفتم در مورد این قضیه جناب نجفی کاملا مشخصه. اجازه بدید من این سوال اینجوری از شما بپرسم. آقای امین، شما به عنوان شهروندی که در داخل ایران و در شهر تهران زندگی میکنید، فکر میکنید که تفاوتی در سیستم قضایی بین افراد سرشناس و صاحب نفوذ مثل آقای نجفی و افراد عادی جامعه که یه جرمی رو مرتکب میشن وجود داره یا خیر؟ بله حتما همینطور. اصلا اینطور نبود که من تماس نمیگرفتم بخوام نظرم رو بگم و این برای من ناراحت کننده است این قضیه که همچین چیزی وجود داره و ما قدر داشتهای خودمون رو نداریم که اشخاص و افرادی میان تو برنامه ها میگن که پهلوی ها ما رو در ما عقب انداختن، در حالی که اصلا اینطور نیست و ما الان که عقب افتادیم اینطور. بله بسیار ممنونم آقای امین، بسیار متشکر از شما که اومدید و صحبتاتون رو مطرح کردید. آنچه که در واقع در ابتدای برنامه هم یه اشاره‌ای کردم که در پرونده آقای نجفی موارد خیلی عجیبی وجود داشت. یکی این که ایشون بعد از اینکه قتل مرتکب شدند، حالا طبق گفته خودشون، حالا وکیلشون که میگه اصلا ایشون مرتکب نشده، ولی به هر حال زمانی که رفتن خودشون رو به پلیس آگاهی معرفی کردن بسیار سر و صدا شد راجع به شیوه برخورد با آقای نجفی. دیگه قاتل قاتله دیگه، حالا جایگاهش، سمتش، پستش که دیگه نباید مهم باشه. اصلا البته چقدر خوبه که در واقع پلیس ایران با همه متهمان در واقع منصفانه با آرامش بدون زد و خورد برخورد بکنه. دولا سلا میشد رئیس پلیس آگاهی تهران جلوی آقای نجفی و این خیلی عجیب بود. بعد در داخل دادگاه قاضی دادگاه کارو به جای رسونده بود، حالا دارن راجع به قتل یک انسان صحبت میکنن و تحقیق میکنن و در واقع اعترافات رو گوش میدن در دادگاه. قاضی دادگاه در چندین مورد شوخی کرد، یه جا اسلحه رو که داشت نشون میداد و نمایش میداد چه کرده، قاضی به شوخی گفت که نکشیمون یه وقت شما مثلا حالا اسلحه گرفته و همه خندیدن، خود آقای نجفی هم خندید. یعنی حالت جلسات، حالت در واقع جلسات عادی که یک قاتل رو در واقع دارن محاکمه میکنن نبود. خنده های بسیار زیاد همونطور که مشاهده هم میکنید هم میالن در تصویر، بیشتر جلسات دادگاه به همین شکل گذشت. و در واقع نکته دیگه این که بعد از اینکه حکم قصاص ایشون صادر شد، بسیاری از سران نظام که حالا ما دقیقاً نمیدونیم کیا بودن، ولی خب به قول یکی از دوستان که همین ابتدای برنامه اشاره کردن، بیننده عزیز، سران اصلاحات و کسایی که حالا در رأس کار هستن همه رفتن سراغ خانواده استاد
و خواستن که قاتل دخترشون رو ببخشن و اونها هم بالاخره در نهایت تسلیم شدن. یک تماس تلفنی دیگه بگیریم. آقای کوروش از تهران پشت خط هستن. درود بر شما آقای کوروش. نظر شما در مورد وجود عدالت قضایی در سیستم قضایی ایران چیه؟ درود بر شما آقای بهرامی و به تمام تماشاگران. توی جمهوری اسلامی آدم ها به دسته های مختلف تقسیم میشن، شهروند درجه یک و درجه دو. توی درجه یک هایی که خودی هاشون هستن باز به چند دسته تقسیم میشن. این که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه یا به درجات مختلف. اگر شهروند درجه یک باشی محاکمت زود انجام میشه، قصاص تبدیل به پلان میشه، تخفیف میخوره، عفو میخوره، همه اینا هست. اگر درجه دو باشی بستگی داره که به کدوم جناح نزدیک باشی، اصلاح طلب یا اصولگرا، که البته دیگه اینا از بین رفت، جفتشون اعتبارشون از بین رفت. ولی بستگی داره که شما چی باشی. بله. از داخل خونه یکی شاید بر فرض مثال هزار دستگاه ماهواره، الو بله میشنم، بله 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 بفرم، هزار دستگاه ماهواره بگیرن، اینا اصلا خیلی راحت بگن آقا نه اینجا اصلا این شکلی نبوده، مال این نبوده. ولی ممکنه تو خونه یکی برای مصرف شخصی بگیرن، بهونه پیدا کنن، با همین میتونن اعدامشم بکنن. پسر آقای حسینیان زمانی که سرباز بود زد یه نفر رو کشت توی سربازی، تبرئه کردن، گفتن قاتل مقصر بود. جالبه، گفتن قاتل مقصر، چی ببخشید، مقتول مقصر بود. بله مقتول مقصر بود. چرا؟ چون این آقا پسر حسینیان بود. یعنی اگر حالا در عکس این اون شخص می اومد در گوش این پسر حسینیان می زد، می گفتم به رهبر توهین کردی، به حضرت محمد توهین کردی، ما معاون حضرت محمدیم و شما چون توهین کردی باید به حبس ابد محکوم بشی. دستگی داره مجرم توی این کشور کی باشه. بله بسیار متشکر آقای امین از شما. یا آقای کوروش عذرخواهی میکنم از شما، خیلی ممنونم. توضیحات جالبی هم البته دادن. یه در مورد اینکه چه جور شهروندی باشید در کشور، الان خندم هم گرفته، خیلی خبر عجیبیه. روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس گفته یک قاچاقچی مواد مخدر رو با 20 کیلوگرم تریاک دستگیر کردن و ظرف یکی دو روز 300 نفر از مقامات بزرگ کشوری تماس گرفتن برای آزادیش. واقعا چه خبره اونجا؟ یعنی ببینید این شخص خب یه کسی قاچاقچی مواد مخدر رو یا یک ساقی مواد مخدر رو با یه همچین موادی دستگیر کنن، حالا قاعدتا حسابش با کرام الکاتبینه. ببینید مجرمین چقدر تفاوت بینشون هست. یه نفر دستگیر میکنن، 300 نفر از مقامات کشور تماس گرفتن که آقا اینو آزادش کنی. خیلی حرف جالبیه. شما ببینید که برابری قضایی تا کجاها دامنش گسترده است. بریم یه دو تا فایل صوتی رو که از طریق تلگرام به دستمون رسیده بشنویم، برمیگردیم با بقیه عزیزان صحبت خواهیم کرد. در حکومتی که کارگران به خاطر درخواست مسالمت آمیز خود با ضرب و شتم به زندان می‌افتند و نوجوان 14-15 ساله‌ای که مرتکب قتل غیر عمد شده ولی تا سن 18 سالگی در بازداشت به سر می‌بره تا مورد قصاص قرار بگیره، بخشیده شدن این آقای شهردار نمایانگر بی‌عدالتی در جمهوری اسلامیه. این که یه چیز معلومیه که اگر یه فرد عادی بود و مرتکب یه همچین قتلی شده بود به این راحتی یا نه پرونده‌اش رسیدگی میشد و نه از قصاص نجات پیدا میکرد. اینا بله از خودشونه، اینا همشون دستشون توی یک کاسه است. اصلاح طلب و اصولگرا چیه؟ اینا همشون سر و ته یک کرواسن، دستشون هم یه جا بنده. بالاخره برای حفظ آبروی نظام فکستنیشون باید از این کارا بکنن. من همینجا تو همین شهری که زندگی میکنم از شهرهای استان اصفهان کلی پرونده سراغ دارم که 4 سال 5 سال حتی 12 سال طرف داره انتظار میکشه که ببینه وضعیتش چی میشه. اون وقت هم که بخون رضایت بدن، اینقدر باید برن بیان، این بیاد ببینه، اون بیاد ببینه، این بزرگ بره، اون بزرگ بره، این نمیدونم مسئول شهر بره، اون مسئول اینو ببرن، پول ببرن، شاید طرف رضایت داد.
اینا معلومه که به خاطر خودشون همه کار میکنن، همه چیز دست خودشونه. مردم عادی که برای اینا به هیچی حساب نمیشه. اگر حساب میشد که مردم عادی هم بالاخره یه حقی داشتن. تازه ترین گزارش های خبری از شبکه ABC در صدای آمریکا 365، شنبه ها 9:30 شب ایران، 1 بعد از ظهر واشنگتن. پیش از اینکه تلفن های بعد رو بگیرم، یه چند تا پیام نوشتاری رو سریع میخونم که شما به دستمون رسوندید. دوستی نوشته: به نظرم سهولت و سرعت روند بخشیده شدن شهردار پیشین تهران سریعتر از چیزی بودی که به مردم نشون دادن. مثل روز اولی که در کلانتری جلوش خم و راست می‌شدن، ولی مجبور شدن سناریویی رو برای افکار عمومی بازی کنن. ارکان قضایی نظام فقط برای منافع سران نظام و با چراغ سبز رهبر کار می‌کنه. برای دفاع از حقوق شهروندان عادی هیچ جایگاهی در نظام قضایی وجود نداره. دوست دیگه نمیشه تا آدم پارتی آشنا نداشته باشه یا رشوه نده کارش راه نمیفته. باید پارتی داشته باشی یا رشوه خوب بدی تا شاید بتونی از بخشی از حق و حقوقت دفاع کنی. اگر به قدرت هم که هرچی نزدیکتر بشی که دیگه همیشه حق با شماست. و یکی دیگر از بیننده هامون نوشته: بخشیدن اولیای دم نشون از قدرت و نفوذ آقای نجفی داشته و نه از قدرت پولی ایشون. من که شک دارم که ایشون قاتل باشه، یا یک مسئله پشت پرده به نظر میرسه که این شک و تردیدها هم بود از روزی که این اتفاق افتاد و با صحبت‌های آقای علیزاده طباطبایی وکیل ایشون همونطور که اشاره کردم میخوره تقویت هم شده، بیشتر مردم شک دارن به قضیه. اگر قاتل پولدار باشه رضایت میگیره تا اعدام نشه، یه وکیل خوبم میگیره تا زندان نره، اگر زندان هم رفت یه سویت با تمام امکانات در اختیارش میذارن. و دوست دیگه هم نوشته: برای خودشون هم میبخشن، هم میبرن هم میخورن، ولی افسوس برای مردم عادی. و پیام های بسیار زیادی که نمیرسیم همه اونها رو بخونیم. بریم سراغ تلفن ها، بریم سراغ یک تماس اسکایپی. آقای شهاب از شیراز نفر اول روی خط اسکایپ ما هستن. آقای شهاب درود بر شما، نظر شما رو مختصر و مفید میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب. درود بر شما عزیزم، خسته نباشید. میگم خدمت شما و همه بینندگان، به نظر من این بحثی که حالا پیش اومد در رابطه با این امورات قضایی باید دید واقعا به این بعضی چیزا شک کرد. و اینی که چطور میشه یک شهرداری که حالا قاتل میشه یک هفته دو هفته حکمش بالاخره صادر میشه، از اون ورم میگن رضایت داده، حالا یا پولی توی میون رد و بدل شده یا خانواده اون اولیا آدم. ولی من دلم برای بعضی از چیزهای دیگه میسوزه که اونهایی که مثلا نظر مالی مشکل دارن اونها چجوری باید پروندهشون بیان به سرانجام برسه. حالا این افرادی که جدیدن پیدا شدن تو دستگاه قضا دارن یک کارایی میکنن، ولی ما انتظارمون اینه که برخورد کنن. آقا برادر رئیس جمهور، دختر فلان وزیر که اون همه اختلاط کرده، ویلاهای آنچنانی ساخته، بیان اینا رو برخورد کنن تا ما بفهمیم که واقعا عزمشون تو مبارزه جدیه. بکشونن اینا رو دادگاه، حکمش قطعی رو صادر کنن. به نظرم از هیچ کسی هم نترسن، مردم پشتیبانشون هستن و مردم حمایت میکنن. هر جا که دست دزد و مفسدی از بیت المال و از حق و حقوقشون کوتاه بشه. بسیار متشکر آقای شهاب، ممنونم از شما. که البته این چیزهایی که فرمودی خب آرزوی همه مردم ایران هست. به نظر میرسه این گونه باشه که این گونه عدالت در سیستم قضایی جاری بشه که همه مفاسد رو، حالا بلخص حالا که بحثش داغ هست، مفاسد اقتصادی که بسیار بسیار گسترده و دامنگیر تقریبا تمام بخش‌های مملکت شده رو، باش برخورد و در واقع برخورد قضایی جدی بشه و خیال مردم از این جهت آسوده بشه. این خواست همه مردم هست، ولی شواهد نشون میده که این گونه نیست و این به عمل نمیرسه. بریم سراغ یک تماس تلفنی. آقای رضا از تهران روی خط ما هستن. آقای رضا، به نظر شما عدالت قضایی بین در سیستم قضایی بین همه مردم یکسانه؟ الو جانم آقای رضا بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما، حال شما خوبه؟ متشکرم، بفهمید نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب. عرضم به حضور شما که از این عدالتی ها در مملکت ما زیاده. البته به قول آقای قبلی خودی و غیر خودی داریم. غیر خودی ها مثل خانوم نسرین شهیده که 32 سال یه وکیل زندانی میشه، و چه خانومی که برای دوز زن 55 سال بهشون زندانی میدن.
خودی ها مثلا آقای برادر دوست بود که 126 میلیارد دزدی کردن، آقای خداداد اعدامش کردن و این آقا رفته تو آلمان یه زندگی لاکچری داره. بعدش آقای طوسی با اون جنایتی که کرده و این همه تجاوز بالای 20 جوان بچه رو تجاوز کرده که آزاد میگرده و الان شاکی هم هست، الان طلبکار هم شده. این آقای مرتضوی که در کهریزک جنایتی کرده و به خاطر تشویق اوردنش گذاشتن تامین اجتماعی نابود کرد. و آخرش این که آقای فلاحی وزیر اطلاعات که مأمور نیروی انتظامی، آقای فلاحیان منظورتونه؟ فلاحیان، بله ببخشید، فلاحیان که مأمور نیروی انتظامی کشت، اول مأمورش شهید کرد حساب کردن، بعد گفتن نه مأمور معتاد بوده. این عدالت جمهوری اسلامیه و من به همه اعلام میکنم آقا رأی دی رأی، هیچ عدالتی توی مملکت وجود نداره. میگم اگر خودی باشی که هر کاری دلت خواست میکنی، ولی غیر خودی باشی که بیچاره ای دیگه. حالا از اون نماینده کارگران شما تو چیز نشکر بگیر که به خاطر هفت دفعه چون اومدن به خاطر یه اعتراض اووردنشون بیچاره تو زندان کردن و چه بلایی سرشون و اعترافات اجباری و همین مسائلی که هست. بسیار متشکر آقای رضا از شما که خیلی دقیق و در واقع به صورت موردی به اشاره کردید به موارد ناعدالتی هایی که در سیستم قضایی ایران دیده شده. بریم سراغ تماس بعدی که آقای تورج هستن از ایران. آقای تورج درود بر شما، نظر شما را مختصر و مفید میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب. سلام خدمت آقای بهرامی و همچنین بینندگان محترم ایرانی. متشکرم جناب آقای بهرامی. جانم. در ولایت فاشیستی ما توقعی بیش از این نمیتونیم داشته باشیم. چقدر جوانای ما، دختر بچه های ما رو اسید پاشیدن روشون. 20 ساله داره میگذره، این قوه قضاییه داره چی کار میکنه؟ یه دونه از این رئیس های قوه قضاییه قبلا میگفت دشمنای ما کور خوندن. رئیس قوه قضاییه آقای موسوی اردبیلی برگشت گفتش که دشمنان کور خوندن. ما دخترای باکره رو اول به سیغه برادران پاسدارمون در میاریم بعد اعدام میکنیم. خیلی راحت بگو که رئیس قوه قضاییه شاید تو نماز رو بزنه. ما توقع داریم آقای رئیسی و امثال هم که همه دستشونده آقای خامنه ای هستن اینا بخوان توی مملکت کاری بکنن. این نجف دیدن یه سرگرمی درست کردن باشه مردم، فقط از آن عمومی رو یه خوده بکشونن به سمت رادیو تلویزیون، چیزهای دیگه، کارهای دیگه ای که دارن توی مملکت انجام میدن سرتیش بذارن. به اون خدا آقای بهرامی، تو این تهران ما روزانه ده ها نفر رو میکشن، هیچ کس نیست صداش در بیاد. اینا پروندهش رو تاریخ نوشته میشه که اینا چه جنایتهایی که کردن، چه جنایتهایی که خواهند کرد. فقط اینکه مردم باید بلند شن رأی ندن، یه رفراندوم، تقاضای رفراندوم. اون آقایی که آقای شهاب برگشته میگه که مردم پشتبانشون میشن بیان اعتراض کنن، کدوم مردم؟ میگه مردمی گذاشتن بمونن، تمام تحصیلکردهای ما رو گرفتن به جرم هیچی. خانم رفته توی مترو گل پخش کرده 55 تا بهش زندان دادن. این ولایت هر کاری دلش بخواد میکنه، مردم هم هیچ کاره هم توی این مملکت ما، فقط خداشون هستن. این هم یه سناریو تاعت بود، آقای نجفی رو آوردن تاعت دارن بازی میکنن، مردم رو سرگرم کنن، فقط همین. بسیار متشکر آقای تورج که در واقع نظراتتون رو در برنامه حاضر شدید و مطرح کردید. ممنونم از شما و از همه عزیزانی که پشت خط موندن و نوبت بهشون نرسید، عذرخواهی میکنم چه در تلفن‌ها چه در اسکایپ و عزیزانی که در واقع هم فایل صوتی فرستاده بودن هم پیام‌های نوشتاری بسیار زیادی رو داشتیم که واقعا در فرصت برنامه نمی‌رسیم که همه اونها رو مطرح کنیم. در یک جنبندی کلی آنچه که در واقع برای مردم سوال شده و علت این که ما هم این موضوع رو انتخاب کردیم برای امشب این هست که آیا این عدالت قضایی است که یک نفری، یک شهروند عادی، حالا به هر دلیلی مرتکب قتل میشه، سالهای سال در واقع پروندهش طولانی ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه برسه و نهایتا فرض بگیریم حکم قصاص براش صادر بشه و دوباره بعد از حکم قصاص چند سالی طول میکشه تا بتونن در واقع عمدن هم این کار رو میکنن که بتونن از خانواده مقتول رضایت بگیرن و به این راحتی هم سعی میکنن اعدام نشه. یه دوستی پیام داده بود که یک نفرم کمتر اعدام بشه بشه. خب شما چرا ناراحتین؟ ما والا ناراحت نیستیم، ما خیلی خوشحالیم. اصلا کلن امیدواریم که اعدام در همه جای دنیا حذف بشه، حذف فیزیکی یک انسان به دست انسان‌های دیگه باید
یک روزی از جامعه بشریت کنار گذاشته بشه. بس در واقع راجع به برابری قضایی که در مورد برخی ها به گونه دیگه عمل میشه، در مورد یه عده که از خودی ها هستن و به قول دوستمون شهروند درجه یک هستن به شکل متفاوت تری انجام میشه. از اینکه با برنامه امشب همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا فردا شب و موضوع دیگر، شب خوش و بدرود. این صدای آمریکاست.